چیزی رو ازش استفاده کنیم. ریسک های انتخاب کیف پول چیه؟ از دست دادن رمز عبور خیلی چیز مهمیه. دیدین دیروز پیروز بود دیگه، یک کیف پول سخت افزاری که چندین میلیون دلار بیت کوین توش هست، فقط دو تا رمز عبور دیگه اگر بزنه و اشتباه باشه از دست رفته. بعد افزارهای نصب شده رو دیوایس ها هست که روی دسکتاپ ها خیلی و موبایل ها خیلی تاثیر بد داره. کیف پول های تقلبی که بارها گفتم زمانی که میخواد یه فورکی انجام بشه، بهترین فرصت برای حضور این کیف پولای تقلبی که بیاد بگه مثلا اترتو بزن به این حسابه، بیتتو بزن به این حسابه، زمانی که مثلا فورک بیت کوین اسوی میشه بیت کوین ساتوشی ویژنه از فورک بی سی اچ خورده، بیت کوین کش خورده، و زمانی که میخوان مثلا اینو بدن میگن شما بیت کوین کش تو بزن به این حساب، به این کیف پول، ما کیف پولمون ساپورت میکنه، مثلا شما میتونید یک به یک این میزان، حداقلش همین یک به یک مثلا بی اس وی بگیرید. خب اینا چیزی که خیلی دقت داشته باشین، گم کردن سخت افزاره. ببینید حالا قابلیتی که توی سخت افزار به وجود داره، یه لغت بازیابی هست که اگر شما سخت افزارتو گم کردین میتونی با اون لغت ها برش گردونی، ولی ما این که در یه همچین شرایطی داریم زندگی میکنیم، یه مقدار ریسک داره خرید این سخت افزار، حالا کلی نکات رو باید روش چک بکنی، دسترسی بهش ساده تر نیست، خب این بحث گم کردن سخت افزار خیلی خیلی حیاتی. نگهداری نام کاربر و رمز عبور غیر امن، یک سایتی هستش که خیلی تعداد زیادی رمز و خودش رمز کرییت میکنه و میتونه رمزهای شما رو بر اساس این سینک شدنش با جیمیل، مدل اواتی دیگه، بیاد براتون نگهداری کنه. چند وقت پیش اینم دچار حمله سایبری قرار گرفت. انتخاب امن‌ترین کیف‌های پول، کیف پول دیجیتال از بالا به پایین، هارد والت، پیپر، دسکتاپ، موبایل، آنلاین یا همون وب والت‌ها هستن. شما از این آدرسی که اینجا هست که الان توی فایل براتون قرار خواهم داد آخر جلسه، میتونید برای چی استفاده کنید؟ این که ببینید مثلا چون من اینا هی دارن اضافه میشن دیگه، من میخوام شما مثلا هر وقت که خواستین چیزی رو ببینید برید از لینکش ببینید، نه اینکه فقط یه دیتای ثابت باشه، استاتیک نمیخوام باشه که شما آپدیت نشین. پس از این استفاده کنید. نکته مهم بعدی در خصوص کلید خصوصی و عمومی کیف پول ها هست، پابلیک کی و پرایوت کی. ببینید پابلیک کی از اسمش مشخصه، مثل شماره حسابتونه، مثل شماره، فقط شماره کارت بانکیتونه، نه سی وی وی تو و تاریخ انقضا و بقیه اطلاعاتی که رو کارتتونه. پس پابلیک کی فقط مثل شماره حساب و شماره کارتتون میمونه که به نفر مقابل میدین که بر اساس اون به حساب شما پول واریز کنه. اما پرایوت کی چیه؟ مثل رمز اوله، مثل رمز دوم کارتتونه، مثل رمز اینترنت بانکتونه، مثل رمز موبایل بانکتونه، مثل رمز پیشخانتون هست که دارین از بانک عاملتون سرویس میگیرین. لذا دادن این به کسی دیگه معادل خالی شدنه کیف پولتونه. در نظر داشته باشین بعضا توی این فورک ها میگن که، یا ایردراپ ها میگن که خب مثلا اینقدر به تعلق میگیره، بیا ما مثلا دو تا ایمیل ما نتونستیم واریز بکنیم، معادل اینقدر چند هزار دلار میگه چیزی میسن قلقلکتون بدن. در نهایت هم میگن این پرایوت کی تو بده، پابلیک کی تو دادی نشده، بذار با پرایوت کی چک کنیم. ما ریختیم و یه صفحه جعلی هم بهتون نمایش میدن از تراکنشی که انجام شده، و همون لحظه که شما پرایوت کی رو بدید کیف پول خالی شده و دیگه جواب شما رو نمیده. کلید خصوصی عمومی بر اساس رمز نگاری متقارن نامتقارن هست. آدرس کیف پول از کلید عمومی به دست میاد و حالا اینا دیگه تعریف‌های عمومی، خیلی شاید چیز نباشه، فقط باید بدونید. پس آدرس کیف پول از کلید عمومی به دست میاد. کلید عمومی و آدرس میتونه به کلید خصوصی و از کلید عمومی به آدرس میتونیم برسیم، اما از کلید خصوصی به عمومی نمیتونیم برسیم. نوع رمزنگاری اینها طوری هستش که به این راحتی قابل دیکد کردن و کشف این اطلاعات نباشه، و از کلید خصوصی به عمومی یک طرفه میرسیم، نه اینکه از عمومی بتونیم به خصوصی برسیم، که توضیح دادم خدمتتون. یک عدد تصادفی 256 بیتیه دیگه، حالا حساب کنید تعداد حالت جایگشت این برای پیدا کردن شانسی این عدد دیگه چقدر میتونه طول بکشه. این هم به صورت شماتیک
این پلین تکس میاد در اینکریپت میشه، اینکریپت که شد میاد یعنی تو این حالت ارسال دیکریپت میشه و میاد میشینه تو حساب مقصد و این تمام اینکریپت کردن دیکریپت کردن رو بستر بلاکچین انجام میشود. خب ما سه نوع آدرس بیت کوینی داریم: P2PKH، P2SH، Bit32. اونایی که آدرسه که با یک شروع میشه P2PKH هن، آدرسه که با سه شروع میشن P2SH هن، اینا مدل های مختلفه و اونایی که با BC1 شروع میشن Bit32 هستن. سگویت یه سافت‌ورکی بود که روی شبکه بلاکچین بیتکوین انجام شد و این کمک کرد که میزان تعداد تراکنش که تو هر بلوک انجام میشه به اضافه سرعت تراکنش رو افزایش بده، در این حال هزینه های انتقال هم کاهش بده. این برای بهینه‌سازی شبکه بوده. یادتونه سافت فورک و هارد فورک رو با هم صحبت میکردیم و اینکه این سگویته عملا جداسازی امضای تراکنشی که کمک کرد کار سبکتر و سریعتر انجام بشه. شما تو این آدرس های قدیمی که مثلا تو این غیر سگویتی ها که مثلا با BC1 و 3 شروع میشه میتونید از یک اونایی که با یک شروع میشه به اینا بزنید، برعکس این همه کیف پولا ساپورت نمیکنه. خیلی خودتون درگیر این آدرس ها نکنید. من از باب این گفتم که شما در نظر داشته باشین که سه نوع ساختار آدرس بیت کوینی داریم، اگر کسی براتون فرستاد یا مثلا شما با یکی تعجب نکنید. چرا با BC1 شروع شده؟ یا مثلا کسی بهتون ازتون خواست بعد بهتون که مطمئن این آدرس بیت کوینه، که در نظر داشته باشیم. کسی خاطرش هستش که هارد فورک و سافت فورک چی بود اصلا؟ از دوستان حاضر در کلاس کسی خاطرش هستش که هارد فورک و سافت فورک چی بود؟ اگه دستش بالا کنه من میکروفونش رو باز میکنم. خب لطفا، بله حتما پی دی اف رو که بهتون میدم، حتما پی دی اف رو میدم. سافت فورک انشعاب خانم جیبات. دوستانی که تو کلاس هستن 12 نفرن، ولی بعضی موقع میبینم فقط یه نفر داره جواب میده. این اطلاعات رو میخونید دیگه ایشالله. من 2 جلسه دیگه درس ما تموم میشه توی این حوزه و بعد آماده شم من برای بهمن ماه که دوره حرفه‌ای رو میخوام برگزار بکنم. امیدوار بودم که همه دوستان از این کلاس بتونن تو این کلاس حضور داشته باشن، ولی اگه این اطلاعات پایه اینجا رو ندونیم اونور گیر میافتیم، یعنی سخت میشه کار. حجم مطالبم که زیاده، تو هر ویدیویی هم که داری میگذاری کلی مطلب و سایت اینا منتقل میکنم که احتیاجه که شما برید توی تایم اینا رو بررسی بکنید تا اطلاعات توی شما رسوب کنه. هارد ورک بکوارد نداره و سافت ورک بکوارد داره. بله مربوط به فورک بود. خب بسیار عالی. تعریف هارد فورک سافت فورک رو ما قبلا هم با هم دیدیم. این موضوع برمیگرده به زمانی که یک انشعابی میخواد انجام بشه، یک تغییری میخوان انجام بدن. اگر تغییر خیلی تغییر اساسی نباشه و قوانین مقررات همون قوانین مقررات گذشته باشه در قالب سافت فورک انجام میشه، و اگر این موضوع برگرده به یک تغییرات اساسی و بخواد اصلا یک چیز عظیمی رو توش تغییر بده، مثل مثلا
حجم و ظرفیت تراکنش، تعداد تراکنشی که در هر بلوک انجام میشه و و و اینا به صورت هارد فورک هستن و یه پتانسیل خوبی هست برای اینکه قبل از این هارد فورک ها ما خرید انجام بدیم، هارد فورک ها به درد بخور و بتونه خدمتتون عرض شود که یه گین خوبی به ما بده، چون این سهام جایزه توی بورس میمونه. برای جلسه آینده